بسه. با سلام به تو رفیق مجید دارابگی عزیز، امید که شاد و سلامت باشی. درود به شما، امیدوارم شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون دارابگیم شاد و سرحال باشم. مجید جان، سال 97 آغاز شد، سالی که با چشمانداز لغو برجام توسط آمریکا، انتخاب یک تیم جنگ طلب در وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا و فعال شدن سعودی ها و اسرائیلی ها و در واقع میشه گفت که خوشحالی برخی از جریانات تمامیت خواه مخالف در جبهه اپوزیسیون، در کنارش وخیم شدن اوضاع اقتصادی، کاهش مداوم ارزش پول در واقع کشور، بیکاری های گسترده و همه و همه نشانه های یک بحران بزرگ در مقابل ماست. ارزیابی شما از چشماندازهای روبرو چه است؟ سالی که در پیش رو داریم بیگمان یک سال بحرانزا خواهد بود، هم به اعتبار مناسبات خارجی هم به اعتبار مناسبات داخلی. اما اون چه که به رابطه با آمریکا برمیگرده دو وجه داره. یک وجه آمریکاست، یک وجه کشورهای اروپاییه و از طرف دیگر رقابت شرق و غرب. خامنه ای خودش حدود یک ماه پیش گفت که برای ما مناسبات با شرقی ها به مراتب بهتر است با غربی ها. و همین دلیل هم میبینیم که حسن روحانی به دیدار پوتین میره در مسکو. در آذربایجان این دیدار با علیوف و پوتین باز تکرار میشه و امروز این دیدار باز در ترکیه تکرار میشه. یعنی به اعتبار سیاست خارجی، جمهوری اسلامی الان تلاش میکنه مناسبات بازرگانی شو با هند و چین گسترش بده، مناسبات سیاسی شو با روسیه و ترکیه. در مقابل عربستان و آمریکا و اسرائیل. خب اون چی که این رابطه هست که نه، جمهوری اسلامی مثل یک تناباز، یک بازیگر سیرک که روی تناب بازی میکنه، واقعا روی این تنابه. چرا؟ به خاطر اینکه هم در یمن گیره، هم در سوریه گیره، و هم این که به مناسبات اقتصادی که در درون باش درگیر هست مرتبا بر جمعیت جویای کار اضافه میشه. شانس سرمایه گذاری در داخل کمه، نه سرمایه گذار خارجی خطر را میکنه که در این کشور سرمایه گذار کن، نه سرمایه دار داخلی. حتی اون بخشی هم که کم و بیش در گذشته میکردن الان رو آوردن به خرید ارز، و به همین دلیل الان مرتب بهای ارزهای اروپایی و ارزهای معتبر جهانی مثلا ین، دلار، فرانک، یورو مرتب بالا میره. البته دولت خودش هم در این کار سودی داره، یعنی ارزی که در بازار عرضه میشه این ارز از طرف دولته، منتها از طریق دلالها. بخشش آدم هایی پیدا میشن که فردا دیدیم میلیاردرهای نو کیسهی به وجود آمدن، اما بخشش هم دولت خودش از این طریق کسر درآمدشو با افزایش بهای ارز تامین میکنه. این از که نمیشه با قاطعیت گفت که این سیاست چقدر در دولت تعمیل شده و چقدر دولت درش تأثیر داره. اما مهمترین مسئله در شرایط کنونی اوضاع داخلی است.
کارگران، بازنشستگان، آموزگاران، حقوق بگیران، اینها با آغاز سال جدید در واقع میشه گفت تا 20-30% هزینه زندگیشون بالا رفته. با این افزایش بهای ارز در بازار، یعنی افزایش بهای کالا و خدمات مورد نیاز مردم، در حالی که حقوقها تغییری نکرده، در مواردی حتی پایین اومده، در مواردی دولت پرداخت نکرده، در کشور 4 میلیون آدم از قبیل سپرده ثابت در بانک ها و قرض الحسنه‌هایی که تحت حمایت و پوشش دولت و نهادهای دولتی بودن پول دریافت می داشتن، در حالی که الان بخش زیادی از اینها هم مالشون به غارت رفته و هم اینکه بهره ماهانه را نمی گیرن. علاوه بر اینکه عده ای از کسان، از بازنشستگان هم که در ارتباط هستن بین داخل و خارج، شماری از اونها هم از در واقع دریافت حقوق بازنشستگی محروم موندن و در واقع بحران ریشش در داخله. کارگران در تلاش هستن در حالی که شانس دریافت درآمدی متناسب با هزینه زندگیشون را، با اشتغال مجدد در کار دوم باید زندگی رو تمام کنن، کار دوم پیدا نمیشه، کار سوم پیدا نمیشه و این در واقع یک بخش بحران اجتماعی است، بحران بیکاری است، کمبود داروست، کمبود مواد غذایی برای کودکان هست، کمبود پوشاک و کفش در بازار هست و در واقع هر جای نیازهای جامعه را که انگشت میذاری میبینی صدا میکنه. خب جمهوری اسلامی تلاش میکنه با سیاست تعرض در برون مرزها درون را خفه کنه، یعنی بسیج نیرو برای جنگ در سوریه، بسیج نیرو برای جنگ در عراق، برای کمک به یمن، برای مداخله در عربستان و بحرین و همچنین در افغانستان. جمهوری اسلامی در واقع یکی از یاری دهندگان به این نیروهای اسلامی افغانستان است که با دولت افغانستان و در واقع آمریکا میادن. در واقع طالبان الان هم از روسیه کمک دریافت میکنه، هم از جمهوری اسلامی و هم از دولت پاکستان و عربستان. این در واقع جمهوری اسلامی با یک سیاست تعرضی در خارج تلاشش این است که در چشم‌انداز جنبش مبارزاتی را در درون کشور سرکوب کنه. اما جنبش مبارزاتی در درون کشور در حال اشتعاله. همتون شمار زیادی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب قضا زدن، زیرا جمهوری اسلامی بین زندانیان تبعیض قائل میشه. بر اساس مقررات زندانان هر زندانی در ما 3 روز مرخصی داره. آدم هایی هستن که 25 سال مثل محمد نظری در 25 سال یک بارم از مرخصی استفاده نکرده. فردی مثل عبدالفتاح سلطانی، اولین رئیس انتخابی کانون وکلای دادگستری در جمهوری اسلامی، بدون جهت بازداشت شده، به 6 سال و 10 سال و 20 سال تبعید محکوم شده، ولی مرخصی سالانش هم نمیدن، مرخصی ماهانش هم میدن. به همین دلیل از روز اول عید دست به اعتصاب قضا زد. شمار دیگری از زندانیان سیاسی هم دست به اعتصاب قضا زدن و مبارزه در درون به شکل گسترده و همه جانبه ای در یک بستر آرام پیش میره و این مایه امیدواریه. یعنی این نیست که بگیم قال قضیه را با یک سرکوب خواهوندن، نه، قضیه ادامه داره. خب خصوصا شما به امر مهمی اشاره کردید، مسئله همین در واقع اعتصابات کارگری که ما
شاهدیم در فولاد، شرکت فولاد اهواز، در کارگران نیشکر و بسیاری از واحدهای تولیدی در سراسر ایران اعتراضات گسترده بازنشستگان و فرهنگیان در تهران و بسیاری از شهرها. در مجموع میشه گفت که این مبارزه به اشکال مختلفی ادامه داره و در واقع جنبش دیما میشه به گونه دیگری انتظار برآمدنش رو میشه داشت، همانطور که خود بسیاری از صاحب نظران دولتی و مسئولین دولتی بر مسئله این اعتراضات و ادامه این اعتراضات چه در واقع تأکید میکنن و خطراتی که میتونه در واقع حیات رژیم اسلامی رو در واقع به خطر بندازه. ولی آن چیزی که شما گفتید مسئله منطقه است، یعنی ما اکنون شاهد هم اشغال افرین و ادامه تعرضات وحشیانه ارتش ترکیه به کردستان در عراق و سوریه هستیم، همونطور که ادامه داره سرکوب کردها در خود ترکیه. در این حال ما شاهدیم که پوتین به ترکیه اومده و نشان دهنده اینه که ماش باید شاهد تحولات تازه‌ای باشیم، چون حتما قطعا خبر داریم که در واقع آخرین گروه های شورشی اسلامگرا از اطراف دمشق در حال جمع شدنن و دارن به مناطق تحت نفوذ ترکیه ارسالشون میکنن. جیش الاسلام که با قطری ها هست اونا دارن، یا مخالف قطری ها هست اونا، یعنی طرفداران سعودی ها، اونا دارن بیرن جای دیگری. در واقع موقعیت میشه گفت که حافظ دولت بشار اسد خودش رو تا حد زیادی تحکیم کرده، ولی این توافق صورت گرفته که سرکوب کردها و راندن عقب راندن اونها در مناطق کردنشین با شدت عمل بیشتری توسط ترک ها چه ادامه پیدا کنه. نظر شما در این رابطه چیه؟ در دوباره گفتگوی پیشین یک نکته ای را باید اضافه کنم. پس از اون شورشی که در دیماه گذشته روی داد، همه انگشت ها به سوی خامنه ای دراز شده که در واقع قدرت غالب دیکتاتوری در ایران است و الان در درون خود کشور این مسئله حتی در بین خودی ها مطرح است که خامنه ای قدرت بسیار زیادی داره و اصل بحرانی که در جامعه هست ناشی از این تمرکز قدرت در دست یک فرد که تجسم دیکتاتوریست و بر همه در واقع نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، اداری و اقتصادی تسلط داره و این جامعه را بحرانی کرده. این نکته را میخواستم ضرور کنم. آره، خصوصا در شورای شهر هم این کار کرده، یعنی شهردار رو گفته من دوستش ندارم، باید برش دارین، برش داشتن نمیفتن مریضه، دارن بر میدارن و در واقع همون سرنوشتی که شورای اول شهر تهران در واقع در دوره اصلاح طلبان دچار شد، میشه گفت این شورا داره به خاطر همین نفوذ خامنه ای و تلاش هایی که این شورا، برخی از اعضای این شورا برای افشای قالیباف و باندهای سپاه پاسداران انجام دادن در رابطه فروش بسیاری از مناطق و به قول معروف فضاها به این نیروها و میلیاردر شدنشون، افشای این قضیه کلی و بودجه هایی که به این بنیادهای مختلف و گروه های عزاداری داده شده بود، اینا اعتراض و خشم خامنه ای رو برانگیخته. به این لحاظ هست که میشه گفت که ما با یک بحرانی در سطح شهر تهران هم چه روبرو هستیم. این طبیعیه. کلن اینها میخوان فسادی که در جامعه رخ داده آرامش کنن، یعنی در واقع این کشور در ظرف
40 سال گذشته غرق در فساد بوده، این فساد در طی 12 سال گذشته به اوج خودش رسیده در شهرداری تهران. دولت احمدی نژاد فاسدترین دولت‌های تاریخ پس از مشروطیت ایران بوده و همکنون اوضاع شهرداری تهران که میلیاردها در اش به قارت رفته طی پرونده‌ای قرار می‌گیرد رو بشه و در واقع حزب نجفی از شهرداری تهران برای سرکش گذاشتن بر این قضیه است. این در واقع اون برای قضیه در بحران ایران مسئله فساد و تلاش خامنه ای برای مهار این فسادی که تمام ارکان جامعه را گرفته، در قوه قضاییه هست، در قوه مقننه هست، در قوه مجریه هست، در خود بیت رهبری هست، در شهرداری ها، در سپاه پاسداران که بر اقتصاد مملکت داره. در واقع اون وجهی که دیکتاتور را اینجا برجسته کرده اینجا ایست که خامنه ای همه جانبه بر همه چیز دست گذاشته و تلاش میکنه بر همه چیز سرپوش بذاره. این در واقع فعلا کسانی در تلاش هستن حتی از خودی ها این سرپوش را بردارن. هر کدام از این سرپوش ها که برداشته میشه یک انفجاره و به همین دلیل است که ما میبینیم که جامعه انفجاریه. خامنه ای هر اندازه تلاش کنه هر آدمی را بیارن شهردار کنن، مثلا پسر رفسنجانی را جاش بذارن یا هر آدم دیگری را، با یک مقوله دست به گریبانه. شهرداری تهران که ثروتمندترین شهر کشور ایران هست و به همه شهرداری ها میبایستی کمک کنه، الان مقروضترین شهرداری ایرانه. خب تکلیف چه میشه؟ این همه زمین ها را فروختن، این همه ابنیه ساختن، این همه از مردم پول گرفتن، همه اینها را چکار کردن؟ خب این بایستی پاسخ داده بشه، همون گونه که دولت تحت حکومت در واقع احمدی نژاد میلیاردها دلار را به غارت برده و امروز با هوچیگری نمیخواد پاسخ بده که این پول ها کجا رفته. همینجور هم در شهرداری این اتفاق افتاده، در سپاه پاسداران این اتفاق افتاده، در سایر جاهایی که هست مثل شرکت نفت، الان یک دعوی شرکت نفت با اون آدم هایی که نفت را در بازار سیاه می فروختن همینه که شما نفت بردید پولشو می آوردید رفتید وسائل سفارش دادید پولشو گرفتید وسائل نیاوردید. در واقع شما نه چاکندید نه منار آوردید، هم هزینه چاکندن را از ما گرفتید هم هزینه منار ساختن را. این در واقع اون چی که امروز روی خامنه ای فشار هست این است که یک تنه نمیتونه این بحرانها را سرکوب کنه، این بحرانها را سرپوش بذاره، در نتیجه فشار رو گذاشته روی مسائل خارجی و امروز برجسته ترینش در سوریه هست. همینجور که اشاره کردی ارتش سوریه در یک معامله پایاپای با ترکیه، یعنی از یک طرف اون در واقع اتحاد نیروهای دموکراتیک سوریه با ترکیبی از رجاوا و اعراب دموکرات چپ و مترقی، اینها نه تنها مناطق کردنشین بلکه یک سوم خاک سوریه را در کنترل دارند. ترکیه با اشغال افرین تلاش نموده که در واقع نیروهای خودش را به عنوان یک اشغالگر وارد این خاک کنه، همون گونه که
38% از خاک قبرس را بیش از 44 سال یا 43 سال است که اشغال کرده. اما در سوریه اوضاع به گونه دیگر است. از یک طرف دولت بشار اسد تلاش میکنه به کمک جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان و نیروی هوایی روسیه این جریان های اسلامی را قدم به قدم از بین ببره، کما اینکه قوطه شرقی را از اشغال اونها در آورد، حرس شر را به ویرانه مبدل کرد، اما اونها را از اونجا به سمت شهر، به سمت استان ادلیب روند. الان تنها جایی که در دست نیروهای اسلامی سوریه که از عربستان سعودی و امارات و همچنین قطر و ترکیه تغذیه میشن، اینا استان ادلیب رو دارن و تلاش سوریه این است که اینها را برونه. مذاکراتی هم که به نظر من امروز صورت گرفته بر سر همین قضیه است که اجازه بدن اردوغان در اون نوار جنوبی مرز خودش بمونه تا نیروهای پیشرو کرد ارتباطشون با کردهای ترکیه قطع بشه و در عوض دولت سوریه آخرین پایگاه اسلامی ها که شامل در واقع همه گروه‌بندی هایی هستند که هم از اتحادیه اروپا کمک میگیرن، هم از دولت عربستان، هم از ترکیه، هم از سایر امارات عربی قطع کنه. خب اونور اما دعوای سوریه پیچیده تر است. هنوز اون جریان داعش در دو نقطه در خاک سوریه مستقرن و ایالات متحده آمریکا با کمک مبارزان کرد و مبارزان در واقع اون جبهه دموکراتیک سوریه هست که با اونا می جنگه. ایالات متحده آمریکا 2000 نیروی مسلح در خاک سوریه داره، 7000 نیروی مسلح در خاک عراق. پیشروی هم ترکیه و هم دولت بشار اسد در مناطق آزاد سوریه بدون توافق آمریکا میسر نیست. آمریکا با توجه به اینکه بر سر مسئله برجام انگشت گذاشته و برجام را علیه آمریکا میدونه، به این راحتی در سوریه تن به سازش نمیده. البته در مورد قبل که دست اردوغان را خالی گذاشت یک بازی کثیفی بود که هم آمریکا و هم روسیه دست اردوغان را خالی گذاشتند. اگر اردوغان دستش خالی نبود چنین جسارتی را نداشت که برای یک شهر کردنشین را با 130 هزار جمعیت اشغال کنه و 3000 از تروریست های داعشی را به اونجا برگردونه. اما حضور اونا هم در اونجا کار ساده ای نیست، به خاطر اینکه اینها دارن مرتبا به منطقه برمیگردن و وقتی که کردها به منطقه برگردن حضور یک ارتش اشغالگر در یک شهری که 7 سال مزه آزادی را چشیده چندان راحت نخواهد بود. اینک جمهوری اسلامی و ترکیه و روسیه تلاششون این است که وضعیت را در سوریه طوری تثبیت کنند که ایالات متحده آمریکا با اونها کنار بیاد. ایالات متحده آمریکا البته اهل معامله است. این معامله میتونه بر سر یمن باشه، میتونه بر سر اسرائیل باشه. یعنی الان مردم مبارز سوریه و مردم غیر مبارز سوریه شدن وجه المصالحه این قدرت‌های امپریالیستی و قدرت‌های تجاوزگر منطقه. در واقع هیچ ملتی در طول تاریخ مثل دو کشور عراق و سوریه
قربانی نشده و امروز سوریه از هر کشوری در دنیا قربانی تره. چرا؟ به خاطر این که نقطه به نقطه شهرها و روستاهای این کشور که در کنترل مردم معمولی بود و گروه های اسلامی در بینشون استتار کرده بودن به ویرانه ای مبدل شده. هزینه بازسازی اونجا را با یک حساب سر انگشتی میتوان حد زد که بالاتر از 500-600 میلیارد دلار خواهد بود و هیچ کشوری توان پرداخت این را نداره، نه دولت روسیه، نه دولت جمهوری اسلامی، نه دولت سوریه و نه کشورهای دیگر حاضرن چنین کمکی را بکنن. این است که در واقع میشه گفت معامله‌ای که بر سر ملت بینوای سوریه از کرد و عرب و ترکمن و مسیحی و مسلمان و در واقع ایزدی و یزیدی کردن با هیچ ملت دیگری نکردن. میشه گفت که در واقع کثیف‌ترین، رذیل‌ترین و نامناسب‌ترین شرایط بین المللی شرایطی است که امروز بر سوریه حکم فرماست. اگر یمن را از یاد نبریم، چون یمن هم در واقع ما شاهدیم، یعنی در واقع هر جا که نیروی امپریالیستی، قدرت‌های بزرگ استعماری وارد شدن با در واقع تبهکاران اسلامی و در واقع این جنگ‌های نیابتی، میشه گفت که چیزی جز ویرانی بر ما نیاوردن. حالا این ویرانی در واقع ویرانی‌هایی که نه فقط شهرها و سنت‌ها و همه هویت اجتماعی و ملی این ممالک رو از بین برده، در واقع عوارض طولانی مدتی روی حیات و زندگی آینده نسل‌هایی که بعداً هم خواهند آمد خواهد داشت. و میشه گفت که واقعاً تازه تراژدی، میشه گفت که ابعاد مختلف خودشو به شکلی داره چیه نشون میده. و شما به درستی گفتید که این دوره تاریک باید در تاریخ ثبت خواهد شد با بازیگران تبهکار و جنایتکاری که مردمان رو به راحتی قربانی کردن. حالا برگردیم به دوران تبعید. ما شاهد تلاش های تازه‌ای در وحدت برخی از نیروهای سیاسی بودیم. اگر در گذشته اتحاد چپ و اتحاد شورای نیروهای کمونیست، چپ و کمونیست و بعد در واقع شورای همکاری نیروهای سیاسی چپ و کارگری با هم ائتلاف ها و اقداماتی رو کردن، اینک شاهدیم پس از 10 سال سه تا از در واقع گرایشات فداییان که اصلی ترینشون سازمان فدایی اکثریت هست، یک حزب تازه‌ای رو بنیان گذاشتن. شما اگر میشه در مورد این جریان توضیح بدید. یک وجه از مبارزه مردم ایران مبارزه نیروهای تبعیدیه. جمهوری اسلامی تلاش میکنه که بگه خارج نشین، ولی نیروهای چپ تبعید شدن، بخشی در واقع از مرگ بریختن، بخشی هم در واقع خود را از کشور نجات دادن تا بتونن بقایای نیروها را هدایت کنن. در طی در واقع 35 سال گذشته که نیروهای بخشی از نیروهای تبعیدی متشکل شدن در خارج از وطن، اتحادها و جنبندی‌های صورت گرفته. مهمترین اونها در همون آغاز اتحاد مجاهدین و حزب دموکرات بود، شورای ملی مقاومت. پس از اون تلاش نیروهای چپ بود برای اتحاد چپ، اتحاد
در واقع بزرگ نیروهای کمونیسم، در این حال از جانب طیفی که به نام فدایان خلق شهرت دارند، از بقایای انقلابی چریک های فدایی خلق، چریک های فدایی خلق در سالش 50 چند ماه پس از واقعه سیاکل شکل گرفت، تا انقلاب به مدت 7 سال مبارزه چریکی داشت، در انقلاب اوج گرفت، جمعیتی به این سازمان رو آوردن از کارگران، روشنفکران، دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و و. اما از مقطع اشغال سفارت، یعنی از آبان 58 این جریان به راست کشیده شد. در خرداد 59 انشعاب اقلیت و اکثریت وجود آمد، بعدن اکثریت 3 بار انشعاب کرد، جناح چپ جدا شد، جناحی که معروف شد به جناح کشتگر در برابر جناح 16 آذری یا گفتن ما 16 آذری هستیم. بعد هر کدام از این سازمان ها دچار چندین انشعاب شده، اقلیت دچار چندین انشعاب شده، اکثریت تلاش نمود یک بار جمهوری خواهان ملی را درست کنه، جمعیت یک بار مصرفی در یکی از کنگره های این سازمان در برلین جمع شدن که گفتم 700 نفر بوده، اما از این جمعیت در اجتماع دومشون کمتر از 100 نفر در شهر فرانکفورت حضور داشتن. همین شد جناح دیگری از اینها که اتحاد فدایان باشه. این اتحاد فدایان از ترکیبی از بقایای همون 16 آذری ها یا جناح کشتگری ها با بخشی از اقلیت که خود را شورای عالی می دونستن جمع شدن، اسمشون شد اتحاد چپ، اتحاد فدایان الان شد اتحاد فدایان. ببخشید از با شما، این حزبی که الان تشکیل دادن محصول همکاری میشه گفت 10 ساله بخشی از اتحاد فدایان و اکثریت یا فدایان خلق هست. اینها در واقع همین دو تا جریان بوده. اون اتحاد فدایان هم که یک جناح طرفدار وحدتش به این پیوسته، یک بخششون. آره بله درست، هر دو بخش. البته میشه گفت هر دو بخش هر کدام یک رقمی هستن، یعنی نیروی زیادی نمونده، چون وقتی که اینها از اون جریان 16 آذر انشعاب کردن، بخشی از اون 16 آذری ها با اینا نیومدن، بخشی از اینها با جریان حیدر و شورای عالی ائتلاف کردن و حالا هم بخشی از اینها این اشتراک عمل را راست میدونن، زیرا سوسیالیسم در این جریان کم رنگه. این حزب چپی که تشکیل دادن با توجه به گفتگوهایی که در 3 روز گذشته بخشی از طریق پالتاک پخش شده، گفتن عبور از جمهوری اسلامی و ما اتحاد استراتژیک با اصلاح طلبان نداریم. معنی روشن این که اتحاد استراتژیک نداریم یعنی اتحاد تاکتیکی داریم، یعنی ما میتونیم با اینها ائتلافهایی را داشته باشیم، ولی هیچ موقع شعار سرنگونی جمهوری اسلامی ندادن. عبور از جمهوری اسلامی یعنی چه؟ آیا ما جمهوری اسلامی را میخواییم به شکل قهرامیز سرنگون کنیم؟ یک حکومت دموکراتیک انقلابی با گرایش سوسیالیستی جاش بذاریم؟ یا امکان میدیم هر این حکومت در طی قرنها قدم به قدم راه در واقع سازش پیش بگیره؟ جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشون داده که زبانش زبان زوره و هر جریانی که زبانش زبان زوره، جز زبان زور هیچ زبان دیگر رو نمیفهمه. در این حزب چپ صحبتی از این زبان زور نیست، صحبتی از سرنگونی جمهوری
اسلامی به شیوه قهرآمیز نیست، صحبتی از انقلاب نیست، یعنی عبور از جمهوری اسلامی بایستی مابعضای عملی داشته باشه. این مابعضای عملی میتونه اتحاد نیروهای انقلابی باشه برای سرنگونی، بسیج کارگران و زحمتکشان باشه، بسیج روشنفکران باشه، زنان و خلقهای تحت ستم باشه برای احقاق حق. وقتی که یک حزبی با این شعارها وارد کارزار مبارزاتی نشه، یک حزب سازشکاره. در واقع میشه گفت این سازمان همون سازمان اکثریته با اون زیگزاگ هایی که در ظرف 30 سال گذشته داده. یک بار اینها شعار سرنگونی دادن، بعد شعار سرنگونی را شرمگیرانه پس گرفتن، از انتخابات تمجید کردن، چندین بار پای انتخابات رفتن، در این آخرین انتخابات هم نگفتن انتخابات تحریم، گفتن به رئیسی رأی ندید. یعنی معنی این که به رئیسی رأی ندید، نقطه عطفش این است که به روحانی رأی بدید و دست کم این است که ما انتخابات را تحریم نکردیم، ما یعنی سازمان اکثریت نمای نوعی. به همین دلیل این نوع اتحادها نوعی قندبازیه، به جایی نمیرسه. به گفته مارکس یک گام عملی در راه وحدت جنبش بهتر از یک دوجین برنامه، اما یک گام عملی بدون عمل معنی نداره. یک گام عملی یعنی عمل روشن. ما اتحاد میکنیم که چیکار کنیم؟ وقتی میگیم از جمهوری اسلامی عبور میکنیم، بایستی عبور از جمهوری اسلامی را هم روشن کنیم. بعد از این جمهوری لائق میخوایم، جدایی دین از دولت میخوایم، حذف تمام قوانین اسلامی را از حقوق مدنی و اجتماعی جامعه را میخوایم. پس دیگه نمیتونیم بگیم ما با اصلاح طلبان اتحاد استراتژیک نداریم، ما با اونها اتحاد تاکتیکی هم نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اونها در امر سرکوب با جناح مسلط اتحاد استراتژیک دارن. در همین مسئله گفتم سرکوب کنیم. در واقع از خامنه ای تا سروش گفتم شدت عمل، گفتم اصلا رحم نکنید. خب مشخصه با این جریان نمیشه هیچ گونه همکاری کرد، بلکه بایستی سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی را مطرح کرد و با این برنامه ای که نبودشن تنها یک 24-25 نفر را به عنوان شورای حزب چپ انتخاب کردن، در حالی که هر روز اساسنامه‌ای، برنامه‌ای، چیزی از این حزب چپ بیرون ندادن که بشه روش نقد کرد. ولی میشه گفت که هیچ چپی در اینجا حضور نداره. این در واقع اتحاد راسته و اگرم اسم گذاشتن حزب چپ، حزب چپ نام مناسبی برای این جریان نیست. در رابطه میشه اضافه بکنم که میشه گفت که از نسل جوان چیزی درش نبود، با قلیلی از زنان نتونستن متاسفانه یا به سند سیاسی مشترکی دست پیدا میکنن، به کنگره بعد برگزارش کردن، صحبتی از حق تعیین سرنوشت مردمان خلقهای ایران نبود، صحبتی از انقلاب و جنبش کارگری و حق مردم برای گذر از این نظام که با شعار اصولگرا اصلاح طلب دیگه تمام شد ماجرا و درسگیری از دیماه رو در خودش نداشت و کسانی بودن که حتی میگفتن که به روحانی رأی دادن و باز هم اگر بشه باز به روحانی رأی خواهند داد و از خشونت انقلاب بیش از خشونت رژیم حاکم در هراس بودن. شاد و سلامت باشی مجید جان تا گفتگوی بعد. درود بر شما. میشه گفت حزب سازش. درود بر سازش.